درود بگاهتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. در این برنامه با شما دوست دارم شما نیز در برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. در رابطه با موضوع برنامه پرسش ها و دیدگاه هایتان را با مهمان برنامه ما شریک بسازین. مهمان من فردوس فرامر سخنگوی فرماندهی پلیس کابل هستند و بحث ما امروز در رابطه با کارکرد و دستاوردهای فرماندهی پلیس کابل است. شما فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما شریک بسازیم. بیشتر دوست داریم بیننده ما که در کابل زندگی میکنن با ما در تماس شوند و در برنامه دیدگاه ها و پرسش هایشان شریک بسازن. راه های تماس برنامه در اختیار شما است. شما میتونین زنگ زده دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب فرامرز در میان بگذارین. آغاز برنامه است. صمیمانه از تمام شما عزیزان خواهش میکنم زمانی که با تماس میشین صدای تلویزیونتان را پایین کنین و یا فاصله بگیرین و اینکه پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه. از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب فرامرز بسیار خوش آمدین. ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. خوب از در آغاز در رابطه با دستاوردهای اخیرتان بگیم. بسیار تشکر. خراسانی صبح شما بخیر. بیننده‌های خوب مجله صبح آرزو میکنم صحت و سلامت باشن و در یک فضای امن و مسکون زندگی خود پیش ببرن. در ارتباط با آخرین دستاوردهای پلیس کابل اگر شاخه بندی بکنیم از جرایم جنایی گرفته به طرف جرایم تروریستی و بحث مواد مخدر، سه شاخه کاری که ما دستاورد داشتیم حداقل در یک هفته گذشته روش بحث بکنیم. در یک هفته گذشته اگر از جرایم تروریستی شروع بکنیم، ما به حدود 18 نفر از حراس افکنایی که در نواحی مختلف شهر کابل آماده تعریضی برنامه‌ای بودند که بالاخره امنیت کابل بازم بیان بد بسازند و مردم خوب کابل که همیشه خان سال آرامش و ثبات بودند نارا به خاک خون بکشانند. خوشبختانه تانستیم اینا را بازداشت بکنیم که از ولسوالی دی سبز، ناحیه 16 به می ترتیب چندین ناحیه و حوزات دیگه بوده که این افراد بازداشت شدن توسط پلیس قطعات خاص ما. و از طرف دیگه ماین های کنار جاده بوده که چندین ماین ما تانستیم به خونسا بسازیم. آخرین ماین هایی را که حراس افکنا در سرک دارلمان مربوط به توزیع هفتم جابجا کرده بودن، متاسفانه به یکیش منفجر شد. بعد از او که پلیس ما در ساحه رسید، ساحه را انسداد کردن، افراد ملکی را دور ساختن از ساحه. انفجار دوم هم صورت گرفت که خوشبختانه اصلا تلفات نداشت و ماین سیومی را تانستیم ما پیدا بکنیم، خونسا بسازیم که در واقع به اون هدفشان هم نایل نامدن. و از این گذشته چندین ماین کنار جاده در نواحی مختلف شهر کابل کشف خونسا شد. از طرف دیگه به یک فرد که مسئولیت آماده سازی تمام تجهیزات و امکانات گروه تروریستی داعش در کابل داشت، از طرف پلیس ما در سایه حوزه 16 بازداشت شد. خب دستاوردها در بخش جرایم تروریستی خیلی زیاد بوده و در بخش جرایم جنایی هم اگر صحبت بکنیم در قسمت افراد که بازداشت شدن اینا تعدادشان زیاد هستند. حداقل در 3 ماهی که گذشت ما 550 نفر از افراد که در جرایم جنایی دست داشتن بازداشت شدن، که در واقع خود گراف جرایم جنایی با بازداشت شدن از اینا به طرف کم شدن و هم کاهش پیدا کرد. خب یک چیز طبیعی است، وقتی دستاورد زیاد میشه افراد مجرم بازداشت میشن، مظنونین روی گراف جرایم تاثیر خود را میداشته باشه. خوشبختانه این تاثیر محسوس بوده، مردم خوب کابل در این قسمت بسیار همکار بودن. در بخش مواد مخدر هم دستاوردهایی بود. البته افراد که در جرایم جنایی بازداشت شدن اینا افراد خردریزی نبودند، اینا در جرایم گوناگون، در جرایم سازمان یافته دست داشتند، مربوط گروپایی بودند که مثل گروپای که از جنایت قوچی، چون ما چند بار ریزی بس میکنیم، چون یک گروپ بسیار کلان بود، وقتی گروپ منحل شد افراد کزویت گروپ داشتن به شکل انفرادی دست به جرم میزدن و مشکل ایجاد میکردن. خوشبختانه تعداد زیادشان بازداشت شده، عملیات هنوز هم جریان داره در قسمت بازداشت افراد باقی مانده از این گروه و گروه های دیگه هم که خورد ریزه بودن منحل شدن، بازداشت شدن، دوسیهاشان ترتیب شده و ما تا آخرین مرحله که دوسیه باید بره به طرف نهاد عدلی و قضایی و پیگیری شوه در تعقیب هستیم. در پهلوی ازو بس مواد مخدر هست. ما قبلا هم در بسای گذشته گفته بودیم که جرایم خورد ریزی که در کابل صورت میگیره بیشتر از آدرس معتادین است و این یک چیز است که نمیشه انکار کرد و مردم عملا شاهد از این هستند.
جمع‌آوری معتادین هم جریان داره. از طرف دیگر فروشنده های مواد مخدر خوشبختانه مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی کابل به شکل بسیار جدی در قسمت کار میکنن و مردم شرفتمند کابل در دری قسمت آنقدر با ما همکاری کردن که ما تانستیم در واقع یک تعداد زیاد از افراد که باعث گمراه ساختن نوجوان های ما و در واقع ما رو به طرف یک سیاچال می بردن که دیگه اصلا مشکل است آدم جلو زور بعد از اینکه ما بریم بگیریم. خوب است که تمام برنامه وقایعی باشه، خوشبختانه این بخش کار خود خوب انجام میتن. تعداد افراد که بازداشت میشه بعد اوسطش روزانه ما 8 تا 9 نفر از فروشنده مواد مخدر از کابل با مواد مخدر که همراهشان است به فروش میرسانند بازداشت میکنیم. شیوه کار خود اونا تغییر داده بودن، به شکل سیار از وسایل استفاده میکردن مواد مخدر به فروش میرساندن. خوشبختانه او افراد هم بازداشت شده، روان است، تعدادشان بازداشت شده. در این بخش هم کارهای صورت گرفته و تمامش یک بحث عمده یک طرف مردم است که من قبلا گفتم و تاکید میکنم همکاریشان واقعا محسوس بوده و ما اهمیت زیاد داشته و تاثیر خود را داشته. آرزوی همکاریشان داریم بیشتر. ممنون شما جناب فرامرز که وضاحت دادین. با اجازه شما بیننده ما روی خط هستن، سلام بفرمایید. صدایتان درست نداریم متاسفانه، میشه بیننده عزیز بلندتر حرف بزنید؟ سلام، صبح شما بخیر. از صبح شما بخیر. درست کردن؟ سلامت باشین، بفرمایید. میشنویم؟ صدای شما را میشنویم، اما لطفا صدای تلویزیون تان شما پایین کنید. تشکر از اینکه تلفن ما را هست وقتی که تشکر از مهمان برنامه شد که این عمل را میخواید راجع به همین به تشکر وزارت امنیتی شهر کابل با ما اگر مستقیم هستن. ما از رئیس‌جمهور سرما یک پیشنهاد بسیار خوبی داشتم. وقتی که شما همین جرم جرایمی رو شهر کابل رخ میده، چرا همون مجرمی که به شکل علنی درست جواب نمیدین که به دیگاه آفغان شود که درست یکی از انجام میده؟ مثلا اگر شما یک کاری را انجام میده جزی میکنه یا کسی را میکشه، شما امروز میگیرنش باور کن فردا حالش میتین این که تواسی کیا همیشه تواسی کیا و آسکر دیمیشه این اقام میتین. اما شما ببین، ما مطمئن شما جمع رد میکنین، اما ما واقعا یه گفی هست که به همه معلوم است، علنی است که شما این کار انجام میتین. بخاطر ایچی من خود رگ محصولتون دو بار تیرزون من زرگ بطر بانشون مستیشون تفاکر کشتن در بقال من دن تیرزون تبتی میزنیم در وقتی تیرزون قدیم شد من هم نترم کردن و بعدش هم تلفن ما اونجا چیزی که هست بود پیشم بود، حتی وقتی که پیشم بود از مکتب از اون دانشگاه حتی همون را پیشم گرفتن. این دو بار شده برای وقتی ما را پلیس مراجعه کردیم، اونا درست است ارزی ما را گرفتن، اما هیچ کسی کلمکاری راجع به ما انجام نداده. هر روز جرم جرائم زدت از مسیر خیرخانه الا طرف شهر از چاره فرکی شروع بشه. بسیار سرار متاسفانه که همچنان مدرا همچنان اما شما هیچ کار راجع به با ما انجام ندادید. متاسفانه همین کلاس شکایتی بود ما شما داشتیم. ما همیشه با پلیس خود همکار بودیم، اما پلیس هیچ وقت با ما همکار نبود. وقتی که ما در این جامعه زندگی میکنیم باید با ما همکاری سرا دیگه، ما نمیتونیم در فضا از آن درد بخوانیم، نمیتونیم یک چیز درست با خود عمل کنیم. خب بعض وقتی که ما پلیس داریم، خب پلیس دارید که با ما برد نخوانه، پس خوب است که ما امنیت خود را بخوانیم خودتون بگیریم. خب تنی است که ما هم بتانیم امنیت خود را خود بگیریم. ممنون. تشکر که در برنامه با تماس شدین و به گفته خودتان گله و شکایتتان با جناب فرامرز شریک ساختین. بفرمایید. بسیار تشکر. من به اسم دوست نفهمیدم چی بود. بر صورتش تشکر از تماسشان. موضوعی که بالاخره پلیس بگه یک مسئولیت خودتان دارن باید تامین امنیت بکنن همچون مورد نیست، اما روی جزئیات برفایی دوست ما صحبت میکنیم. به چند مشکل اشاره کردنی که وقتی وارد یک واسطه میشن از بعض از مشکلات در شما اکسان در کابل که با همچون موارد بسیاری از امتنهای ما روبرو شدن در بعض از قسمت های کابل که افراد با واسطه موتر و با تهدید اسلحه پول شانه یا موبایل شانه گرفته. این موضوع یک مشکل است. خب حالا یک جرم است، این اتفاق افتاده، متاسف هستم بختر از دوست که با یک موضوع مشکل پیش شدن، اما در واقع این گروپ ها و این اشخاص به شکل دوامدار نمیتونن این کار انجام بدن، چون ما قبلا گفتم که ما عملیات بسیار جدی و بسیار قاطع در مقابل مجرمین در کابل
آغاز کردیم در گذشته هم بوده اما تشدید پیدا کرده بالاخره این عملیات ها. ما به چند اشاره بدم، چند موضوع میخوام اشاره بکنم. این که این گروپ ها همه روزه روش کار شده روان است، ما چند نمونهش هم میخوام بگویم. یک گروپ از افراد بودن با واسطه از یک موتر سراچه در نواحی هفتم، ششم، سیزدهم و پنجم در این ساعت بیشتر فعالیت میکردن. ذریعه موتر افراد وقت با موتر بالا میکردن، پولش، موبایلش، لپتاپش، عوضی همچون موارد که پیشان موارد قیمتی میبود اینا رو جمع آوری میکردن و مشکلات ایجاد میکردن. خوشبختانه بالفعل بازداشت شدن. از طرف دیگه یک گروه دیگه که در طرف خیرخانه بیشتر حوزات 11 و 15 و حوزه 4 بیشتر در این قسمت ها مشکل ایجاد میکردن، اینا هم بازداشت شدن که هم چند نفر بود. و این یک مشکل است در شما. خب مجرمین از شیوهای مختلف استفاده میکنن اما جلوشان گرفته میشه به شکل نیست که اینا به دوامدار همچون مورد پیش بگیرن. و از طرف دیگه ای که وقت به حوزه مراجعه میشه و نسبت به یک مشکل برای یک فرد پیش شده، مشکل امنیتی و یا هم همچون موارد عرضی خود به حوزه میسپارن، شما میدونن که خیلی زود یا به یک فرصت بسیار کم نمیشه که ما او فرد پیدا بکنیم، دوباره وسایل افرادی که سبب سرقت شده او را برش تسلیم بکنیم. نیاز به زمان هست، کار کشفی است، باید کار شود. ما افراد را که بازداشت میکنیم به این گونه جرایم، دوستایی که متضرر شدن از یاد رس امروشان تماس میگیریم، اونا را میخواییم به اینکه اگر بتانن شناسایی بکنن کدام فرد بوده. این کارهای ما هست، همیشه تماس بوده با دوستا، شما در جریان هستن. سرقت وسایل گرافش خیلی کاهش پیدا کرده و ما در این اواخر وقت سرقت وسایل صورت میگیره، در آخرین مورد محصای اوزی ابته و یک موتر به سرقت برده شد، در ظرف یک ساعت تانستیم دوباره پیدا بکنیم به مالکش تسلیم بکنیم موترشه. در این قسمت پلیس بسیار مصمم به این است که بتانه جلو همچون مورد را بگیره و این گروپ هایی که از ذریع یک موتر کار را انجام میتن جز از برنامه اساسی ما است. تعداد زیادشان بازداشت شده، اونایش هم که باقی مانده دوست ما گفتن در مسیل خیرخانه تا شهر و نقطه رکیب اینجا را گفتن، حتما با مسئولین صحبت میکنیم که جدی تر بگیرن. ممنون شما جناب فرامرز، بیننده ما روی خط هستن. سلام به شما، بفرمایید. جناب محفوظ سلام به شما. سلامت باشین، بفرمایید. تشکر میکنم برادرم، بفرمایید. صدای شما را داریم. بله صدای شما را داریم. بله صدایتان را میشنویم، منتظر حرفای شما هستیم. صدایتان ضعیف میاد گوشم. ما صدای شما را درست داریم، بفرمایید. همشهری محترم سلام بر خود شما و بر میهمان گرامی شما و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر برادرم، سلام به خودت. بفرمایید. درود سلام همشهری محترم با میهمان محترمتان گفته شد که در سایه با رئیس چلستون اینمی لحظه تقریبا نیم ساعت پیش ولگردای کوچه یک بچه ها که موبایلش هم گرفتن، پیسه نقدش هم گرفتن. دیروز هم تو یک واقعه شده بود از کوچه سلطان رازی گذشته کوچه زبیر در مالتون میگن وضعیت خراب است. کوچه گرداب همیشه در اینجا هستن، موجود هستن، اما پلیس بعضی اوقات میان گزمشان رو گرو مرور میکنن، مگر تنها به کوشش پلیس جای گرفتن نمیشه. تا که وکلای گذرا در امرای ازی هم همکاری نکنن، مسئولیت به وکلای گذر گذاشته نشه و در پلیس که یک پلیس زودا به کجا برسه، مشکل مردم چه قسم دردشه دوا بکنن. پلیس روز تا به ما میبینیم میگردن وقتی از خلای وقت استفاده میکنن، ولگردا کار خود میکنن، مردم اذیت کردن، مردم با تکلیف ساختن. همیشه بچه های مردم دینا روز یک واقعی شد، یک روز امیر نیم ساعت پیشتر یک واقعی بزدی شد، دینا روز دو واقعی شد، یکی در کوچه آقل شمس. این و کلای گذار فقط این اسناد اگه ببری که اگر اسناد که چی باشه ذره داشته باشه پیسه بگیرن و جیب خود پر کنن، نکنم هم کاری دارن به مردم نبرن. یک پلیس زودتر در کجا برسه کی را بگیره، از اقل پیجا خسر مسئولیت به دوش و کلا بکنه که میگه کل نمی دوزد و رهزن و ولگرد و کوچگرد کلی از اون بشناسن. اگر ما بیر مستقیم ادعا کنیم که فلانی ولگرد، من سبا خودم در منطقه زندگی کده نمیتونم. و برادر گلم شما اینه میره در مسئولین بگذارن و کلای گذاره به مسئولیت شد پیجا کشد با دوستشان بگذارن تا با کهی مردم در اسناد ببرن جیب خود پر کنن مور کنن و توفه بکنن. فقط وکلا یک مردم مفخور و والا وکلای منطقه ما کلش میشناسن سابقهشان یا قمارباز میره کفترباز. ممنون محفوظ عزیز که در برنامه اشتراک کردی، برنامه را دنبال کن. جناب فرامرز بعدا به شما پاسخ میدن. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشید.
ادامه برنامه مجله صبح، ممنون که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل هستن و بس ما در رابطه با دستاوردها و کارکردهایشان است. شما فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان را با ما شریک بسازین. بیننده ما روی خط هستن، سلام به شما. سلام خدمت شما و خدمت فرامرز صاحب فرامرز سخنگوی خانمی کابل. سلام عبوشی هستم از منطقه خودخان کابل و تماس شدیم. بسیار. یک نظر دارم در مورد پارکنس های پولیس. اگر پولیس یادتر در پای بدست آوردن آیت نباشن، بر امنیت توجه دارن، یقینا که تاثیر مضبط داشته می باشن. مثلا در نوتر اگر در جادی میوان در شهر نو یا در سفاق کابل استاد کنیم و در دو دسته اینجا افغانی صد افغانی هم ارتباطات عوضه از مردم میگیره. ارتباطی هایشان که هستن چوکیداری بکن از سرک عمومی از مردم چوکیداری میگیرن. و دیگه غرب پل کوتی سنگی ما همینجا نزدیک هستن، این میگه یک سرک بر یک چند روز دیده یک طرف هست آفن حال در داخل در بین سرک در اون 20 کاندینه را گذاشتن و این همین سرک نامشان بازار استقلال ماندن، فقط وصل با پل کوتی سنگی پل اولی که هستن. دیگه در قسمت شهر کابل که پلیس رو بینید فقط به در پیه دیه سنگ پول بزرگ هست. نمیگه ما کراچی ها رو میبینیم در بین سرک از آقا کراچی ساب کرده تمام روز پلیس بالایشون میگرده و از اونو پول جمع میکنن. نظر ما یه است اگر یک پلیس از بالا و از وزارت داخله از کنونگنگه یک کنجول شاهن یک نظارت داشته باشن پرکرده از اینا را تحقیق کنن ببینن اینا به چی کار مجروف هستن، تاثیر مثبت در کارکردهایشان به وجود میاد. تشکر از شما برادر عزیز که در برنامه با تماس شدین و این مشکل با ما در میان گذاشتین. جناب فرامرز دو بیننده ما با تماس شدن، میشه به نوبت به شما پاسخ بدین. چرکنه محفوظ عزیز، تشکر از تماس. از باغ رئیس گفتن چند لحظه پیش بله یک سرقت شده، دست پول کس را گرفتن یا موبایل شه. بر صورتش از باغ رئیس به منطقه غلی شمس و مربوطات حوزه هفتم در کل اگر روش صحبت بکنیم درست است، مشکلات وجود داره، نمیشه موضوع رد بکنیم چرا مردم عزیز ما میبینن، اما به این شکل هم نیست که این موضوع از گذشته تا حالا تغییر نکرده باشه. تعداد زیاد از مجرمین به خصوص افراد که رهزنی میکردن، سرقت میکردن، چور چپاول میکردن، اینا بازداشت شدن، دوسیه‌هایشان ترتیب شده در مربوطات حوزه افتام از مناطق مختلفش. در تازه ترین گزمایی که ما از طرف شب مشترک داریم، تعداد افراد که اینا از طرف شب جرایم مثل سرقت و برزنی و راهگیری و اینا را انجام میدادن با سلاح دست داشتشان و چاقوی کمرایشان بوده، اینا بازداشت شدن به حوزه افتام منتقل شدن. حالا یک بحث بسیار کلان دیگه هم مطرح کرد دوست ما همکاری وکلای گذر و مردم کابل. در آغاز برنامه گفتیم که خیلی اهمیت داره، حالا اگر همکاری مردم نباشه و همکاری وکلای گذر بدون شک نباشه، پلیس با وجود که هست، ما دوستا بسیاری اوقات از منطقه وایسلاوات شکایت میکردن از طرف شب ما به منطقه رفتیم، گزمی پیاده ما در کوچه‌ای که نمیتونم موتر پلیس گزمی موتردار ما برای حضور دارن و گزمای موترسایکل پلیس است و موتر است که برای تمام نقاط کابله و گزمای مشترک که با امنیت ملی داریم زیر پشت قرار دادن و این افراد آیسته آیسته بازداشت میشن. به یک باره نمیشه که ما تمام سایه حوزه هفتم از وجود مجرمین پاکسازی بکنیم مشکل نباشه. حالا خب جرم است در اجتماع است، حالا ما مبارزه داریم امروش و هدف از ایجاد خود نهاد پلیس هم مبارزه با جرم و مجرم است، اگر نمی بود که ایجاد نمیشد. حالا این مبارزه ما ادامه داره، خوب است که همکاری بکنن و خوشبختانه و کلای گذر همکار هستن، اما در بعض از قسمت ها میخوایم به صراحت بیان بکنیم این موضوع را که بعضی از وکلای هم هستن که بر ترتیبشون حالا اونا نماینده مردم در اون منطقه گفته میشن، اما به هیچ وجه نمایندگی از مردم نمیکنن و جدا از این که نمایندگی نمیکنن همکاری نمیکنن با پلیس، در صدد واسطه شدن و بالاخره آمدن به حوزه و بختر یک مجرم هم ما شاهدش بودیم که حتی در این قسمت بعد جدی از پلیس کابل که اگر افراد و اشخاص اگر وکیل گذر باشه با یا مرکز دیگی، ما در برنامه گذشته امیر بیان کردم، ما با اونا هم برخورد قانونی میکنیم، چون وقت از یک مجرم حمایت شوه و ما داریم هم تو افراد هستن که منوان خود وکیل مردم میگن در یک منطقه در کوچه جدا از این کمکاری نمی کنن. وقت مجرم پلیس بازداشت میکنه باز بخاطر واسطه شدن مین بوزه که ما ایره مشناسیم به این شکل داله که ما اسناد داریم مستند فرد بازداشت کردیم، به هیچ وجه نه به حرف از اونا نه به واسطه ایشان
ما توجه میکنیم، جدا از این با افراد برخورد قانونی هم میکنیم. حرفتان قد میکنم، اما بیننده مو با یک آدرس مشخص به شما بیان کردن و شکایت کردن یا بازنگری میکنیم؟ بدون شک باغ رئیس منطقه قلعه‌شمس سمیل لحظه امکان دارم مسئولین امنیتی مربوطات حوزه هفتم هم ببینن برنامه را، اونا مطمئنن که در این قسمت جدی اقدام میکنن و ما هم با مسئولین صحبت میکنیم که توجه بیشتر در این ساعت شد. اما من قبلا گفتم که در این ساعت دستاوردها خیلی زیاد بوده در از هفتم. گراف جرایم ما در حداقل در دو ماهی که گذشت وقت با تفکیک این ماه میبینیم خیلی کاهش پیدا کرده در سایه از هفتم. اما این مشکلات هم که اتفاق افتاده و یا هم حالا اتفاق افتاد بر شتمن رسیدگی میشه و این افراد هم انشاءالله به زودترین فرصت پاسختان ببینید. دیگر ما دوست ما عباسی فکر میکنم از منطقه خوشحال خان مربوطات حوزه پنجم تماس گرفته بودن، به موضوعی را اشاره کردن که در بعض از جاده ها پلیس به خاطر اینکه موتر توقف میکنه می پول میگیره میخوایم راحت بکنم، همچون مورد نیست اصلا. بخش های مثل شهرداری حالا بعض جاها را پارکینگ جور کردن به خاطر چون زیاد وسایل نقلیه در شهر کابل یک مشکل بسیار اساسی است شما میدانن و ما همیشه گفتیم که نباید خلاف قانون ترافیک و خلاف آنچی آموزش هایی که در انگام اخذ جواز رانندگی رو دائما دیدن نباید کار بکنن. خود پارک کردن در سرک عمومی خلاف قوانین هست و پلیس ترافیک ما در این قسمت برخورد میکنن. اما گاهی که به یک موضوع ما روش کار میکنیم که حداقل سیستم جریمی که پلیس ترافیک هم مؤاخذه را داره و رقی وقت حالا سیستم هنوز شکل نگرفته چرا نیاز به زمان بیشتر و وقت بیشتر و تلاش بیشتر است تا ما سیستم بتانیم الکترونیکی بسازیم که وقت جریمه میشه راننده ما پول بره به بانک تحویل بده. حالا چون به شکل فیزیکال پلیس ترافیک ما مجبور است که پول وقت مؤاخذه میکنه بگیره، بسیاری ها فکر میکنن گویا رشوه از گرفت پلیس ترافیک، در حالی که همچون موارد اصلا وجود نداره. پلیس ترافیک ما با تمام زحمت های را که روزانه متقبل میشه شما ببینن یک لحظه اگر نباشه فضای ترافیکی در شهر کابل غیر قابل قبول میشه. اما در مورد شکایت ها وجود داره. آل روی از هم صحبت میکنیم که دست فروش ها را گفتن از کراچی ها پلیس میگرده پول میگیره. ما میخوایم بگویم هر دوست ما که قسمت شکایت دارن و یا هم وجود دارم چون مورد لطف بکنن با ما همکاری بکنن، آدرس بتن، مستند بسازن، جدی اقدام میشه. به هیچ وجه به فرماندهی پلیس کابل قابل قبولی موضوع نیست. و جدا از اون ما یک کار دیگر هم آغاز کردیم، اتحادی دستفروش ها در شهر کابل ایجاد شده در چند بخش در نقاط مزدهم مثل سینمای پامیر، پلو باغ عمومی، کوتی سنگی، خیرخانه، لیسه مریم، در این نقاط که دستفروش ها هستن. جدا از این که اداره محترم شهرداری چی کار را کجا را به اونا مکان را ایجاد میکنن بخاطر افراد، اما فعلا ما ارتباط مستقیم با اتحادیه داریم. اگر شکایت می داشته باشن حتما یک گروپ واتساپ هم ایجاد شده امراشان مشترک که به هر مشکل وجود داشته باشه امرای ما شریک می سازن و شخص خود قماندان صاحب امنی کابل در گروپ حضور دارن اقدام میکنن. در این قسمت ما قاطع و جدی هستیم، به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر مشکل هم چون مشکل را مردم شاهد هستن لطف بکنن شماره 100 پلیس کابل در خدمتشان است، تماس بگیرن با ما مشکل برسانن. حتی خود دستفروش های محترم ما که در شهر کابل هستن کراچی و اونایی که هستن تماس بگیرن به شماره 100، اصلا مصرف ندارم موضوع را بگوین، جدی اقدام میشه. ممنون شما جناب فرامرز، با اجازه شما بیننده ما روی خط هستن. سلام بفرمایید. سلام به شما، ما منتظر حرف شما هستیم، تماستان وصل است. سلام علیکم. سلامت باشین، بفرمایید. خوب هستیم، ما از نایه 13 به تماس شدیم. بسیار خوب، از نایه 13 به تماس شدیم، حرفایتان هم میشنیم. ما از نایه 13 به تماس شدیم، باشیم به خاطر همیدی ولگردا و لندقرا. ما از ۱۸ و از ۱۳ است که میلیان نقرا و بلگردار میگره که بخاطر مردم ها قد چاپو میزنه و موبایل هایشو میگره دیگه میگره دیگه یک دو دارم یا یک سال هم دوزده نمیمانم یا در بدل پیسه یا وکیل گذر میگه مقصد یا مقصد خیلی زود اینا را آزاد میکنه بازم اینا با مثلا همون قرار میکنه دیگه از جای امنیتی از ۱۳ بسیار وضعیت خرابه دیگه، شب از شام بواد مردم گشته نمیتونه. ممنون شما، حرف دیگری ندارین؟ نه دیگه، تشکر در این مطمئن مثلا رسیدگی کنه از ده مثلا از ده اجده و از ده سیده دو تا از ده ولی مشکلات در این مورد جناب فرامرز به شما پاسخ میدیم. مثلا زیاد روز شما خوش.
فرامرز صاحب بفرمایید. تشکر از دوستم. حوزه 13 و 18 در یک ساعت غرب کابل هست، چون تعداد نفوذ زیاد بود. حوزه 18 بیشتر از یک سال میشه ایجاد شده، بخاطر نفوذ بیشتر در اونجا ضرورت بود. خب دوستم ها که میگن به افراد حوزه برده میشن دوباره رها میشه، دی بار کم میخوایم تشریح بکنم موضوع را که سوی تفاهم نشه. وقت شکایت از یک ساعت بیشتر میشه، پلیس اقدام میکنن، افراد که ولگرد هستن و باش هستن و بیجا شست و برخواست دارن باعث مزاحمت میشن. بی افراد خب مطابق قانون اگر ما اونا مظنون نباشن، جرم را تا اکنون انجام نداده باشن، فقط به این یک مرحله است که اگر جلو از اینا گرفته نشه اینا میرن به طرف جرم و جرم انجام میتن. این افراد جمع‌آوری میشه از سطح همون پیش دکان باشه، روی سرک باشه، پیش مکتب باشه، به اوزا آورده میشه، اینا بایومتریک میشن، فامیلشان خواسته میشه، ازشان ضمانت گرفته میشه، تعهد گرفته میشه، برشان توصیه میشه، دوباره رها میشن. این افراد است که مجرم نیستن، در واقع افراد هستند که اگر ما جلو از اینا را نگیریم آهسته آهسته اینا از مجرمای میشه که باز ما مجبور میشیم اینا را بازداشت بکنیم و مطابق قانون میرن به طرف نهادهای عدلی و قضایی. یک سوی تفاهم ایجاد نشه و این دوستا که مجرم میره و اوزه دوباره راه میشه. یک مرحله کاری ما ای است ما بتانیم حداقل وقایع بکنیم از وقوع جرم و یک فرد در فضای جرمی بزرگ نشه و به اون طرف نره. یک مرحله کار است. و مرحله دومی که از اوزه بخواه راه شوه، شما میبینن به مجرد که ما یک مجرم بازداشت میکنیم با عکسش، محتویات به جرمش و حالا به تمام مسائل که مرتبط به اوست، او را ما در صفحه پلیس کابل نشر میکنیم و تا آخرین مرحله و پیگیری میشه. هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه، چرا فضا قسم از کالا. اگر ما موضوعی را پنهان بخوایم بکنیم یا نگذاریم، تمام دنیا حالا هر کس یک رسانه است، تلفن همراهش یک رسانه است. این موضوعی نیست که ما کتمان بکنیم یا خدای نکرده این موضوع را دروغ بگوییم. در واقع چیزی است که مردم میبینن. تمام مجرمین که بازداشت میشه از اوزه مستقیم به ریاست محترم تحقیقات جنایی فرستاده میشه، از اونجا دوسیهشان ترتیب شده به نهادهای عدلی و قضایی. در سایه اوزه 13 و 18 دیروز هم تعداد از افراد جمع‌آوری شد، برده شدن، بایومتریک شد، ضمانت ازشان گرفته شده. مدیر صاحب جنایی اوزه 13 همراهش تماس داشتم پیش از اینکه در برنامه بیام، در این مورد پرسیدم و تعداد افراد دوباره پس رها شدن، اما ضمانت از پیششان گرفته شده و تعهد که کدام مشکل ایجاد نکنه. ممنون شما. امیدوار هستم بیننده ما پاسخ خود گرفته باشن. بیننده دیگر ما روی خط هستن. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شده، در وقفه داریم، در ادامه برنامه با ما باشیم. ادامه برنامه مجله صبح، سپاسگزار هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل هستند و بحث ما در رابطه با کارکرد و دستاوردهای این نهاد است. شما فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب فرامرز در میان بگذارین. بیننده ما روی خط هستند، بفرمایید. بیننده عزیز سلام به شما، تماستان وصل است، ما منتظر حرف شما هستیم. سلام علیکم. سلامت باشین، بفرمایید. ما اسمی ما سرزین از سوالی مام سید. بسیار خوب، بفرمایید. بله؟ بفرمایید، ما صدای شما را میشنویم. متاسفانه صدای بیننده ما، البته تماسشون قطع شد. امیدوار هستم دوباره به تماس شوند. نمیدانم، هرچند سوال شاند مطمئنا مربوط این بخش برنامه نمیشد. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. جناب فرامرز، یکی از بیننده های ما که در پیامی با ما داشتن شکایت کردن، باید با شما در میان بگذاریم که فکر نکنن در صورتی که تماس زنده نمی داشته باشن سوالاتشان با شما در جریان گذاشته نمیشه. از سایه سرای شمالی شکایت کردن که خرید فروش مواد مخدر خیلی آزادانه صورت میگیره. نمیدونم شما چقدر در جریان هستید. در ارتباط به بس مواد مخدر، فروشنده های مواد مخدر، من در آغاز برنامه هم جزئیات ارائه کردم. حالا سرای شمالی یا هر بخش دیگه کابل، مطابق برنامه و پلان که مدیریت مبارزه با مواد مخدر به قماندانی پلیس کابل دارن، یک و یک عملیات ها انجام میشه. قبلا گفتم در اوسط ما روزانه 8 تا 9 نفر است فروشنده های مواد مخدر است نواحی مختلف شهر کابل بازداشت میکنیم. سرای شمالی هم در جمع
نقاط است که در پلان ما است، در زمان و وقتش که رسید حتما عملیات صورت میگیره. اما به یک چیز متوجه باشیم که به هر موضوعی خلاف قانون که است، افراد نمیتونن به شکل بسیار واضحی بیان در کابل انجام بدن. چرا؟ اگر حضور فیزیکی پلیس فعلا کمتر دیده میشه در کابل، چون ما بیشترین چک پوینت ها را برداشتیم، چون اونجا هم شکایت بود که مردم میگفتن مؤثریت نداره و برعکس ازدحام هم بیشتر شده، شیوه کار پلیس تغییر کرده. اما تحت پشت کشفی استخباراتی خیلی جدی از کابل و در پهلوی از او هیچ کس نمیتونه مورد خلاف قانون به شکل علنی و به شکل آزاد به انجام بده. بس فروش مواد مخدر هم به مو شکل است، خیلی با دلهوره و راست معنی کار میکنن. اما ما حتما تعقیب میکنیم، من روی جزئیاتی صحبت نمیکنم این موضوع، اما روش کار شده، روان است. حتما ان شاء الله به زودترین فرصت او بس مواد فروش مواد مخدر در نواحی سایه 17 و 11 هم تکمیل خواهد شد. ممنون شما جناب فرامرز، امیدوار هستم بیننده ما بیننده این برنامه باشن و حرفای جناب فرامرز شنیده باشن. عنایت روی خط هستن، سلام به شما. سلام علیکم خواهرم. سلامت باشی برادرم، بفرما. عنایت هستم از دارلمان، با تماس شدیم از این شهرش. بسیار خوب، شکایت ما از این بود خواهر عزیز که چندین بار در منطقه ما سرکیا هوای فرامه از اون منطقه هست، دوست خوب هم هست، بسیار دوست نزدیک هم هست، چندین بار قتل صورت گرفته تا حالا پیدا نشده مجرمین که با پنجه قانون گذاشته شده. خودشان بهتر می فهمد که چندین بار قتل صورت گرفته هست. دیروز پیش برادر خود یکی با مرمی زد از پشت خانه یکی موتر دوزی شد و دیگه از پشت خانه مردم با سلاح زدن و به قتل رساندن، اما مجرمین به پنجه قانون گذاشته نشد. تا به کم ما این رقم اوضاع امنیتی ما خراب شده بودیم و ما به ترس و لرز زندگی کرده داریم. همیده می خواستم به آقای فرامرز بیان کنم. ممنون شما که در برنامه به تماس شدین. جناب فرامرز پاسخ شما. تشکر. خب در ارتباط به این که جرم صورت میگیره، طبیعیه مجرم فرار میکنه. اگر امو لحظه پلیس دور داشته باشه که زمینه فرار براش مساعد نمیشه، اما همیشه مجرم هم از فرصت های استفاده میکنه که پلیس نباشه. اما یک موضوع را باید در نظر بگیریم که تمام قضایا به شکل آنی حل نمیشه که ما امو لحظه وقت جرم اتفاق میفته اول خیلی تلاش میکنیم و قبلا گفتم که فقایع بکنیم از وقوع جرم و این از اولویت های کاری ما است. در قدم دوم اگر متاسفانه جرم اتفاق میفته، ما تلاش میکنیم کامل جرم بازداشت بکنیم، حداقل جزای خود را ببینه تا عبرت شود به افراد مجرم دیگه و به خاطر اصلاح خود از او فرد. اما قضایی که اتفاق میفته، من موردی که گفتن من قبلا گفتم وسایل وقتی به سرقت برده میشه، حالا اون میکانیزم کاری هم تغییر کرده. بسیاری از حداقل در دو هفته که گذشت ما 12 مورد سرقت واسطه داشتیم که 8 مورد از این مشخص امول ما 1 ساعت 2 ساعت هم طول نخورد پس دریافت کردیم فردم بازداشت شده. اما از طرف دیگه وقت جرم اتفاق مفتده یک جایی نیاز به زمان است و مجرم اگر فرار کرد، حالا به این شکل نیست که فراموش شود وقتی قتل صورت میگیره، یا بیشتر به تمام قتل ها به شکل نیست که حالا حتما موضوع جنایی در بین باشه و موضوع سرقت باشه و بسیاری اوقات موضوع خصومت ها است، مشکلات فامیلی است که هم نیاز به زمان داره. چرا وقتی یک فرد قصد کشتن یکی را میکنه و می و عمل جرمی را انجام میده، خب از قبل زمینی فرار هم به خود مساعد ساخته، اما به این شکل نیست که بتونه فرار بکنه و دیگه از قانون بتونه پنهان شوه. نیاز به زمان هست که ما تلاش میکنیم که بازداشت شوه، بسیارش بازداشت شده. اونایی که باقی ماندن روش کار صورت گرفته، روان است، دوسیه‌شان سر میز است، هیچ وقت بنواری قلف نمیشه، حتما روی از کار میشه که ما باید پیداش بکنیم و پنجه قانون بسپاریم. مواردی که دوست ما اشاره کردن دقیقا قسمی گفتن، من در سایه حوزه ششم زندگی میکنم، خیلی واضح است برای مشکلات کنجا است، اما به اون مشکلات واقعا رسیدگی شده. بعض از مشکلات که باقی مانده حوزه ششم امنیتی کابل حتما در قسمت هم جدا توجه میکنن، ما هم روشن صحبت میکنن. تشکر جناب فرامرز که در برنامه اشتراک کردیم و بیننده ما پاسخ خوب تشکر از شما. سلام بیننده عزیز، از شما همچنان سپاسگزار هستم که با ما بودید. شب روزتان خوش، خدا نگهدار همه ایتان.